السلام علیکم دوست عزیز، امید که همگیتان خوب و صحتمند باشین. دوست عزیز، در این ویدیو میخوایم سالات کرملی سرخ آماده کنم. امید که خوشتان بیه. اگر از این ویدیو خوشتان آمد حتما تا آخر ببینده باشین، لایک کامنتم فراموش نکنین در آخر، و دوستایی که جدید هستن حتما سبسکرایب کنن و زنگوله را فشار بدن تا از ویدیوهای جدید ما باخبر شوند. خب میریم مواد رو معرفی میگیریم که با خاطر سالات ما چه موادهایی ضرورت داریم. مواد لازمه: نمک به قد ضرورت، 2 قاشق غذاخوری سرکه، 1 عدد لیمو را آبش، 2 قاشق غذاخوری هم روغن زیتون و همچنان 2 قاشق هم ساس انار، گشنیز نیم دسته و 1 عدد کرم. دوست عزیز، ساس انار و سرکه دلخواست، یعنی کسایی که اگر دوست ندارن میتونن علاوه نکنن. کرم به اندازه دلخواه میده میکنیم. دوست عزیز، من یک خاطره بسیار شیرینی از این سالات دارم. البته چندین سال قبل اتفاق افتاده بود، ولی ویدیو کوتاست، از این خاطر نمیتونم یعنی قصه کنم. حتما در ویدیوهای بعدی اگر همچون سالات آماده کردم براتون قصه میکنم خاطر من. خب من تمامش میده کردم. کرمای میده شده را داخل یک ظرف میگیریم، با سرکه علاوه میکنیم. دوست عزیز، ما سرکه انگور استفاده کردیم، شما میتونید سرکه سیب هم استفاده کنید، فرق نمیکنه. اگر دوست ندارید هیچ استفاده نکنید. خب آب لیمو را علاوه میکنم و مدت 2 دقیقه مخلوط میکنم تا می سرکه و لیمو در تمام قسمت های می کرم پخش شود. وقتی که 2 دقیقه مخلوط کردین تا رنگش هم نسبتا تغییر میکنه. بعد از 2 دقیقه مخلوط کردن، نمک، روغن زیتون و ساس انار اضافه میکنیم. ساس انار در تمام کشورها پیدا میشه به جز افغانستان، فکر کنم شاید اوجان پیدا شد ولی مطمئن نیستم. گشنیز ملوه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. اگر دوست داشتین میتونین چهارمغز هم اضافه کنین داخلش. اگر داخلش اضافه نکنین، اما چهارمغز میتونین تزیین کنین بعد از اینکه در قاب گرفتین. رویش خیلی مزه میده با چهارمغز. اولیم سالات ما که کاملا آماده شد، خیلی اک سالات خوشمزه و آسان است، حتما آماده کنید. کسی که سالات دوست دارن بر اونا بسیار خوب است. خب دوست عزیز، تشکر از این که این ویدیو مرم تا آخر ببینده بودین. بازم تکرار میکنم که لایک و سبسکرایب کامنت یادتان نرم، منتظر نظرتان هستم. تا ویدیوهای بعدی تک تک تانه به خداوند بی‌نیاز مسپارم. در امان الله باشین. خداحافظتان.